با سلام، به برنامه دیدگاه خوش آمدید. در روزهای گذشته مسئله زندانیان سیاسی حرکت ملی آذربایجان از جمله مهمترین موضوعات مورد توجه در داخل و خارج از آذربایجان جنوبی بود. زندانیانی که حتی در چارچوب قانون کیفری و جزایی جمهوری اسلامی ایران نیز مجرم شناخته نمی شوند، اما به دستور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی رژیم تحت عناوین کلی همچون تبلیغ علیه نظام، سخنان تفرقه انگیز، پانتورکیسم و اقدام علیه امنیت ملی برای آنان احکام حبس و تبعید صادر شده است. در پرونده قضایی بسیاری از فعالین ملی آذربایجان، جرایم غیر متعارفی همچون استفاده از نماد گرگ خاکستری، شرکت در مسابقه تراکتورسازی و پخش رایگان کتب ترکی دیده می شود. در مقابل اما فعالان سیاسی و مدنی حرکت ملی آذربایجان با پشتوانه مردمی که دارند عرصه را بر یک تازی‌های دیکتاتور معابانه رژیم ایران خالی نگذاشتند. حضور میدانی و رسانه‌ای فعالان ملی در داخل و خارج از آذربایجان جنوبی تلاش محافل امنیتی و اطلاعاتی رژیم را ناکام گذاشته است. یکی از سیاست‌هایی که نهادهای امنیتی رژیم برای مقابله با حرکت ملی آذربایجان در پیش گرفتند، سیاست بایکوت است. آنان تلاش دارند تا فضای ایجاد نمایند که به زبان راندن منافع ملی و خواسته های ملت ترک هزینه‌های امنیتی، قضایی و مالی زیادی برای فعالین ملی در بر داشته باشد. همچنین در تلاشند تا اختناق را به حدی برسانند که حتی نام فعالین ملی به گوش ملت ترک نرسد. با این حال اما به مدد فعالان و تشکیلات‌های حرکت ملی آذربایجان، سرنوشت زندانیان سیاسی ملی نه تنها به موضوع نخست رسانه‌ها و فضای مجازی تبدیل شده است، بلکه معابر و فضاهای شهری آذربایجان جنوبی نیز نقش و نام آنان را به خود گرفته است. زندانیان سیاسی همچون لطیف حسنی، عباس لسانی، سیامک میرزایی، ابراهیم نوری، کاظم صفابخش، محرم خوشنام و دیگران موضوع کنفرانس ها و اعتراضات خیابانی خارج از آذربایجان جنوبی شدند. از جمله این نشست ها مراسمی بود که روز شنبه 20 بهمن ماه در آنکارا پایتخت جمهوری ترکیه تشکیل شد. این نشست با موضوع زندانیان سیاسی آذربایجان به همت انجمن فرهنگی آذربایجان برگزار شد. در این نشست که با حضور فعالین ملی آذربایجان جنوبی و میهمانانی از آذربایجان شمالی و ترکیه برگزار شد، رمضان میرزاوغلو، وزیر دولت سابق ترکیه، جمیل اونال، رئیس انجمن فرهنگی آذربایجان و همچنین نصیب نصیبلی، نویسنده و فعال سیاسی برجسته آذربایجان شمالی به سخنرانی پرداختند. همچنین تجمع آذربایجانیان مقیم شهر برلین در حمایت از زندانیان سیاسی آذربایجان جنوبی از جمله تجمعات اعتراضی نسبت به اقدامات ضد حقوق بشری رژیم ایران بود. رسانه‌های دیداری و نوشتاری کشورهای ترکیه، ایالات متحده و آذربایجان شمالی نیز از جمله رسانه‌های خارجی بودند که اخبار اعتراضات ملت ترک و زندانیان سیاسی را منعکس نمودند. فعالان و محبوسین حرکت ملی آگاهانه در مسیر صیانت از داشته‌های ملی و وطنی خود گام برداشتند. از این رو ایشان در مقابل تمامی رنج‌ها و مشقت‌هایی که متحمل شده و می‌شوند از کسی چشم داشتی ندارند. با این وجود اما جامعه ترک و فعالان ملی آذربایجان نسبت به زندانیان سیاسی و تمامی شهروندانی که در راه منافع ملی متحمل آزار و اذیت رژیم تمامیت‌خواه تهران شده‌اند احساس دین می‌کنند. این روحیه ملی‌گرایی مأموران اطلاعاتی را در یافتن شبکه هماهنگ کننده حرکت ملی سردرگم کرده است. هماهنگی هزاران کاربر در فضای مجازی، رسانه‌های دیداری و شنیداری، دیوار نوشته‌های شهری، دیدار با فعالین ملی آزاد شده و یا خانواده محبوسین ریشه در روحیه ملی‌گرایی ملت ترک دارد و نیازی به هماهنگی خاصی ندارد.
به رغم وجود تشکیلات‌های سیاسی با رده‌بندی‌های سفت و سخت در حرکت ملی، فعالان ملی اما در میدان عمل همگی همچون سربازان ملت خیش گام در عرصه می‌گذارند. برای فعالان ملی آذربایجان، مذاکره با نمایندگان اتحادیه اروپا یا نمایندگان کنگره آمریکا همان اندازه اهمیت دارد که نوشتن دیوارهای شهری کوچک در آذربایجان جنوبی، چرا که هر دو در راستای دفاع از منافع ملی است. رسانه‌ای کردن نام محبوسین حرکت ملی، تلاش‌های صورت گرفته برای اطلاع رسانی به مجامع حقوق بشری بین‌المللی، گام مثبتی در راستای صیانت از جان فعالین ملی است. این قبیل فعالیت‌های همه جانبه دستگاه قضایی و امنیتی رژیم را در برخورد با فعالین ملی آذربایجان محتاط‌تر می‌کند. از این رو برای مقابله با استراتژی بایکوت امنیتی های رژیم بایستی راهکارهای اطلاع رسانی همه جانبه را برگزید. هر فعال ملی در هر شهری که زندگی می کند بایستی از تمامی امکانات اطلاع رسانی مجازی و میدانی بهترین استفاده را نماید. توییتر، تلگرام، اینستاگرام، استادیوم های ورزشی و دیوارهای شهری که زندگی می کنیم همه و همه امکانات رسانه ما محسوب می شوند. همه می توانیم صدای حرکت ملی آذربایجان و فعالان ملی دربند باشیم. دوستان و همراهان گرامی، به پایان این قسمت از برنامه رسیدیم. تا دیداری دیگر، بدرود.